وبینار نظام بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی تامین اجتماعی. در راستای اهمیت در واقع بحث برداشتن موانع تولید، مجموعی از کارها خب در دستور کار مؤسسه قرار گرفت. همچنین مصطفی هستید به مناسبت نامگذاری امسال که سال تولید پشتیبانی ها و موانع زدایی ها هست، دوباره اهمیت ها یا نگاه ها به بحث موانع تولید دوخته شده. خدمت رو عرض کنم که از اینکه مستحضر هستید، یکی از شاخص های مهمی که موانع تولید رو نشون میده بحث در واقع شاخص فضای کسب و کار دیگه، آن چیزی که فضای کسب و کار نشون میده و مؤلفه های فضای کسب و کار هم. احتمالا مستحضر هستید که بانک جهانی از سال 2004 پروژه بررسی فضای کسب و کار رو در دستور کار داره و برای کشورهایی که حالا اطلاعات میدن شاخص کسب و کار رو محاسبه میکنه. خب شاخص کسب و کار دقیقا هدفش همینه، یعنی گلوگاه ها و محدودیت ها و موانع در راه فعالیت بخش خصوصی رو هدفش اینه که اندازه گیری کنه به چه شکلش. 10 تا حوزه رو در نظر میگیره، مثل مثلا اون شروع کسب و کار به چه شکل، اخذ مجوز های مالی میاد چه شکل، دسترسی به بخش چجوریه و الی آخر. یکی از این شاخص هاش مربوط میشه به پرداخت مالیات ها که بیمه تامین اجتماعی در واقع تو همون بخش دیده میشه، شامل در واقع هزینه های نقدی و غیر نقدی مالیات ها و بیمه تامین اجتماعی بر کارفرمایان هست که اگر ما نگاه کنیم میبینیم که بیشتر از اینکه بار نقدیش زیاد باشه، بار غیر نقدیش روی کارفرمایان به نظر میرسه که زیاد هست و که بخش مهمیش برمیگرده به فرآیندها و در واقع ساز و کار وصول حالا این مالیات ها و بیمه تامین اجتماعی. گزارش های پایش محیط کسب و کار هم در داخل کشور ما انجام میشه، اول در توسط مرکز پایش انجام میشه و اخیرا توسط اتاق بازرگانی هست که داره منتشر میشه. اونجا هم یکی از شاخص هایی که مورد بحث حتما نظر هست همین بحث رویه ها که اداره کار تامین اجتماعی هست برای مدیریت نیروی انسانی. گرچه حالا سالهای قبل از این لحاظ معمولا تامین اجتماعی با عنوان یکی از موانع تولید، موانع اصلی و مهم تولید رتبه‌بندی میشد، حالا خوشبختانه یا بعد بگیم یا بدبختانه به دلیل این تحریم ها و این بحث های بی‌ثباتی ارزها و اتفاقاتی که در سیستم بانکی اتفاق افتاده و در ارائه تسهیلات، خوشبختانه برای ما سازمان تامین اجتماعی فعلا در پنجتای اول مانع اصلی تولید قرار نداره، ولی همچنان نمره بالایی داره. مصطفی هست که نمره 10 بدترین نمره هست و همیشه نمره سازمان از 6 به بالا هستش. خب با توجه به این اهمیت و با توجه به این در واقع نقشی که سازمان تامین اجتماعی به طور کل در کل کشور داره و جمعیتی که تحت پوشش داره که زیاد هست و به تبع اون فرآیندها و سازوکارهای حاکم بر این سازمان تعداد زیادی از افراد رو تحت تاثیر قرار میده، به خاطر همین مؤسسه موضوع بازرسی از دفاتر قانونی رو هست به خود درخواست معاونت بیمه‌ای و در واقع برنامه راهبردی سازمان در دستور کار قرار داد تا مطالعات اولیه انجام میشه. خود سازمان تامین اجتماعی هم اخیراً خیلی اقدامات شایسته‌ای در این راستا انجام داده که حالا انشاءالله آقای دکتر فرحتیان خودشون توضیحات کامل رو ارائه میکنن. خدمت رو عرض کنم که ما در راستای این اهمیت تصمیم گرفتیم به مناسبت نامگذاری امسال چند تا حالا نشست رو در این خصوص ارائه برگزار کنیم که در نشست امروز که اولین نشست از این مجموع نشست ها خواهد بود در خدمت آقای دکتر غلام حسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
آقای دکتر محمد رضا مهربان‌پور استادیار دانشگاه تهران و البته همکار ما در طرزی که خدمتتون عرض کردم و آقای دکتر کوروش تماسیان رئیس اداره بازرسی کارگاه‌ها و دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی در خدمتشون هستیم و حالا امیدوارم که این نشست پرباری باشه. ما مجموعاً با پرسش و پاسخ ها یک ساعت و حالا نهایتاً 45 دقیقه فرصت داریم و خواهش میکنم از سخنران اول آقای دکتر دوانی در زمان حالا 20 دقیقه اول خودشون توضیحات خودشون ارائه بدن و بعد در خدمت آقای دکتر مهربان‌پور خواهیم بود و در آخر هم آقای دکتر تماسیان رو در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خیلی ممنون در خدمت اساتید، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر دوانی در خدمتتون هستیم. الان اگر میوت خارج کنین آقای دکتر صداتون میاد. الان صدا میاد؟ بله. من البته دکتر نیستم، عضو شورای عالی انجمنم، در حال حاضر این افتخار رو ندارم، دورهای قبل بودم، ولی من در واقع به دعوت جناب آقای دکتر مهربان‌پور که استاد هستن و از اونجا که خود من هم علاقه‌ام به تامین اجتماعی بوده و یک دوره 6 ساله رو در سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بودم، علاقمند شدم که این بحث رو در واقع مشارکت داشته باشم. واقعیت اینه که مهمترین شاخصه توسعه اقتصادی جهان نظام تامین اجتماعی و سلامت و درمان، یعنی هیچ حتی جی دی پی هم به اینقدر مهم نیست، چون جی دی پی یه عددیه که خیلی نوش نمیشه حساب کرد. مثلا با قدرت جی دی پی هندوستان الان سومین قدرت جهانه، ولی بالاخره هر آدم عاقلی میدونه که هندوستان کجا، ژاپن کجا. تامین اجتماعی در ایران بر اساس بافت‌های تاریخی حمایت‌های فامیلی و گروهی سابقه‌اش چند هزار ساله بوده و حتی در لوح‌های به جا مونده در کاخ‌های تخت‌جمشید هم نوعی از حمایت‌ها و غرامت‌ها هم در لوح‌های تخت‌جمشید دیده شد. ولی پس از جنگ جهانی اول با آغاز مرحله سرمایه‌گذاری صنعتی و طرح‌های زیربناییشون اهداف جاده و راه آهن، اولین اقدام جدی در سال 1309 در تشکیل صندوق طرق و شوارع صورت گرفت، چون مهمترین شاخصه رشد سرمایه در همه جهان راه آهن بوده که در ایران هم همزمان با راه آهن هم جنبش کارگری شروع میشه هم جریان بیمه شد. اما نقطه عطف سازمان تامین اجتماعی در واقع تصویب قانون در 3454 که به نظر ما یکی از پیشرفت‌ترین قوانین تامین اجتماعی در جهان بود. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر اجتماعیه که ماموریت اصلیش پوشش کلیه مزدگیران به صورت اجباری و سایر مشاغل به صورت اختیاری. در واقع اون مشکل که در واقع بعد از انقلاب برای ما مشکل شد و دردسر درست کرده بود، همین مشاغل اختیاریه که دولت‌ها گر گر تعهدات سازمان افزایش دادن به نوعی خودشون تعهدشون انجام دادن. بر اساس قانون تامین اجتماعی و سابقه تاریخی که در دنیا هست، سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتیه که بخش عمده منابعش از محل حق بیمه با مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان تامین میشه و متکی به منابع دولتی هیچگاه نبود. صندوق پسنداز دولت‌ها تلقی میشد از دست بود، یک از دولت اون شکل استفاده خاصی نمی‌بود، کما اینکه همین الان دولت میلیاردها تومان به سازمان بدهکار. اساس سازمان تامین اجتماعی این بوده که با مشارکت از جانب کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت شکل بگیره که متاسفانه با حذف شورای عالی سازمان تامین اجتماعی عملا این سه جانبه گرایی مشکل پیدا کرد. منابع سازمان هم تکلیف شوکنه، 20% کارفرما میده، 7% بیمه شده، قرار بوده دولت 3% بده که از سال 69 متضرر گردن کارفرمای بدبخت افتاده و در واقع کارفرمان با 27% از 6% در صندوق حضور داره. بیمه شده هم کسی بوده که رأسا مسئول مقررات تامین اجتماعی بوده، با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر قانون بوده. تعهدات کوتاه مدت بلند مدت من فقط اینا رو فکر می‌کنم می‌گم چرا ما از بازرسی وارد شدیم و تعهدات کوتاه مدت که برآمد دستمزد ایام بیکاری، بارداری، کمک پزشکی،
هزینه استعفا که بعضن بعضی از اینا در حال حاضر پرداخت نمیشه. شرط بازنشستگی هم این بوده که مردان با 60 سال زن و زنان با 55 سال با حداقل 10 سال بازنشسته. زنان کارگر با 42 سال و درستان 20 سال بعدها بهشون امتیازش زودتر بازنشسته. چرا در واقع حسابرسی بیمه به وجود اومد؟ اساسا سازمان تا سال 72 خودش یه واحدی به اسم واحد بازرسی داشت. در سال 71-72 با تغییر هیئت مدیره با اومدن دکتر درباسیان سازمان متوجه میشه که منابع درمان سازمان نظارت روش وجود نداره. ما بر اساس قانون تامین اجتماعی باید 9/7 منابع سازمان رو خرج درمان کنیم، ولی در اون روزا بین 10-16% خرج میشه. بنابراین به این جمع‌بندی رسیدیم که میگم رسیدیم چون منم تو اون تیم بودم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، که یک مؤسسه حسابرسی درست کنیم که بخش درمان و شعب رو کنترل کنیم. اساساً مد نظر ما در تشکیل مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی ورود به حوزه شرکت ها نبود. اگر الان به اداره ثبت شرکت هم مراجعه کنید، وقتی که شرکت ثبت شده در دفتر من امضا کردم. اولین اعضای هیئت مدیره شما آقای محمود زاده مدیر عامل، آقای نادریان رئیس مدیر عامل سازمان حسابرسی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای دکتر سقفی به عنوان رئیس هیئت مدیره. ما مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی رو بر مبنای یک مؤسسه حسابرسی داخلی برای اطمینان از خرج منابع خودمون تأسیس کردیم. اما از اونجا که سازمان در اون موقع تعارض داشت با مؤسسه حسابرسی و بعد از رفتن آقای کرباسیان، متاسفانه بخش بازرسی سازمان آمدانه جهت مؤسسه رو به سمت سوی شرکت ها سوق داد و همین چیزی شد که الان شما میبینید. یعنی ما شدیم شاخص نارضایتی کارفرمایی. بعد هم هر دو سه نفر مدیر عاملانی که در واقع در مؤسسه بودشون از اونجا که حسابرس بودن عملا بازرسی رو به حسابرس کرد، در حالی که ما چیزی رو که از بازرسی میکنیم به موضوع مقررات و استانداردهای حسابرسی رعایت. یعنی باید میرفتن نگاه میکردن ببینن به موجب قانون تامین اجتماعی کارفرماها قوانین مقررات تامین اجتماعی رو رسیدگی کردن یا نه. این کاری که دیوان محاسبات میکنه، این کاری که در حسابرسی مالیاتی هم ممکن بود ما این کار رو بکنیم. الزامی هم هست، یعنی بازرسی تامین اجتماعی موجب قانون الزامی بوده. این الزام مؤسسه حسابرسی هم منجر شد. حالا مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی ما ازش انتظار داشتیم که در واقع نظارت عالیه بر عملیات بازرسی داشته باشه، نه اینکه خودش ورود کنه. به همین علت ما در زمانی که ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی تصویب شد، پیشنهادمون این بود جلسه‌ای که با آقای کرباسیان رفتی وزارت داره که حسابرسی هم به وظایف حسابداران رسمی اضافه بشه که اونا این کار رو بکنن، که متاسفانه انجام نشد. بنابراین مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی وظیفه نظارت بر بازرسی ها را باید بر عهده میگیره، نه اینکه خودش الان شده یه غولی خودش هم نمیتونه خودش جمع کنه. حسابرسی بیمه ای اگر بخوایم بر اساس استانداردهای ما بریم جلو، در چارچوبه محدوده استاندارد 4400 سال حسابرسی استاندارد قرار میگیره که حسابرسی رعایته و بر اساس روش های توافقی باید انجام شد. اشکال قال اینه که این روش توافقی که در واقع باید بین مؤسسه حسابرسی و حسابرس و صاحب کار یا اون شرکت صورت بگیره یک جانب صورت، یعنی مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی الا ماشاءالله مرتب بخشنامه صادر میکنه یا حوزه بازرسی و اونا میگن اینا عنوان روش توافق داره. وقتی یه سازمان خودش انجام میده در که مرتب و توافقی وجود نداره، خودش میگه خودش انجام. این کاری که ماده 272 میکرد و سازمان مالیاتی نهاد ناظر مالیات تلقی میشد، به نظر ما مؤسسه حسابرسی هم باید همین کارو میکرد. باید میشد نهاد ناظر بازرسی بیمه، خودش نباید دیگه ورود میکرد، چون ورود خودش منجر به این شده که اگه شما در سایت مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی برید نگاه کنید، بخشنامه 11 و 14 20 بار تکرار شده. یکی از
چالش هایی که الان مؤسسه حسابرسی دچار شده تامین اجتماعی اینه که حق و زمه کسانی که میخوان درگیر این موضوع هم بشن این حق و زمه مؤسسه حسابرسی تلقی میکنه، در حالی که روش های توافقی اینجوری نیست. ما در حسابرسی نمونه ای رسیدگی میکنیم، میگیم دریاد. در روش توافقی شما ما را ناچار میکنید بسیاری موارد رو 100% رسیدگی بکنید، بنابراین نمیتونید با اون حق و زحمه از حسابرس بیمه ای انتظار داشته باشید منافع شما یا منافع جامعه بیمه ای رو رعایت کنید. ناچارید که اون رقم رو مرتج نظر قرار بدید. خود ما در یک زمانی در سازمان به این جنبندی رسیده بودیم که شاید بتوانیم حق و زحمه حسابرسی یا بازرسی رو به درآمد مشمول بیمه کشف میشه گره بزنیم، یعنی نوعی انگیزه ایجاد بکنیم که طرف بره. این البته ممکن بود باعث بشه یارو بره درآمد بیشتر ارائه کنه، ولی چون ما روش توافقی بود راه حل‌ها رو ارائه میدیم که یارو بگیریم. بنابراین اساسی ترین موضوعی که در روش های توافقی هست یک حق و زمینه که میخوایم بگیم، دو یادمون نره که هدف از اجرای روش های توافقی گزارش یافته های عینی، یعنی اون چیزی که ما پیدا میکنیم ناشی از اجرای روش های توافقی مشخص با ماهیت حسابرسی است که مورد توافق حسابرس و سازمان تامین اجتماعی یا مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی مشتریانه. یعنی آنچه که میبینیم، در حالی که ممکنه بسیار چیزا رو نبینیم. از مهمترین این بازرسی ها اینه که اول خود سازمان تامین اجتماعی و مؤسسه حسابرسی فهرست خواستهاشون مدون. واقعیت اینه که تا امروز این چنین فهرست مدونی وجود نداره، بلکه هر روز یه چیز بهش اضافه میشه. اگر قانون تامین اجتماعی رو به درستی بخونید، اساس بازرسی بیمه ماده 38 و ماده 47. ماده 38 صراحت داره که حق بیمه ای که ناشی از مزد باشه. بنابراین شما نمیتونید بگید ما میخوایم بریم یه شرکتی همه قراردادش رو نگاه کنیم، حقش رو نداریم. اگر بیمه شدگان و کارفرمایان برن وکیل بگیرن صرف پاش وایسن، شک نکنه دیوان رأی. ما فقط میتوانیم در قراردادهایی حضور پیدا کنیم و دخالت و ورود کنیم که توش مزد مستقر باشه، یعنی قرارداد خرید و فروش اساسا رفتی میبینند، و میتوانیم در لیستهایی بریم که مورد شایبه است. وقتی همونطور که الان شما فرمودید بیمه هم در شاخص های کسب و کار بانک جهانی در بخش مالیات قرار داره. چرا؟ اگر چه بیمه در واقع عوارض مالیات اینجوری نیست، چون در مالیات مصرفش عمومه، در بیمه اینجوری نیست. بیمه اشخاص خاصی به عنوان بیمه شدگان شاملشون هستن، اما همه جای دنیا سازمان متولی بیمه و مالیات در کشورهای مترقی یکی، در کانادا CRA، در آمریکا IRA، در انگلستان IRA، هر دو سازمان. به همین علت کسی اونجا نمیتونه کلک بزنه، چرا که لیست حقوقی که میده به دارایی همون لیستی که بیمه هم میده. در ایران اینجوری نیست، لیست حقوقی که ما میده برای که بیمه کم بده افراد کم نشون میده، به سازمان مالیاتی وقتی میخواد مالیات کمتر بده و از اینا رو برای بیشتر میده. شاید یکی از پیشنهادات این باشه که دوتاش یکی باشه، اما در روش های توافقی چشم اسفندیارش چی؟ انجام روش های توافقی متضمن حسابرسی با بررسی اجمالی نیست، بنابراین اطمینانی نیز ازارت هم اجمالی مضافاً مبین آن است که چنانچه حسابرسی روش های اضافی یعنی حسابرسی یا بررسی اجمالی را اجرا میکرد، ممکن بود موارد دیگری کشف میشد که گزارش آنها ضرورت میداد. بر این اساس مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید متوجه باشند که در اجرای روش های توافقی صرفاً رسیدگی به اطلاعات مالی واحدهای مورد رسیدگی مد نظر قرار میگیره. متاسفانه الان حتی در دستور عملهای مؤسسه حسابرسی بعضا مشاهده میشه که ورود به اقلام غیر مالی هم میکنند. اجرای روش های توافقی در بیشتر مورد مستلزم استفاده از حسابرسان ورزیده و ماهر دارد که بتوانند اجرای روش های سازمان تامین اجتماعی رو فراهم کنند. اما سازمان تامین اجتماعی از سالهای 1375 بعد به ویژه با صدور انتشار یافته های
ببخشید این خورده به هم، اجرای روشان توافقی مهارت های خاصه. حسابرسان رو میخواد که لزومن مثل حسابرسی معمولی نیست، یعنی با کمک حسابرس نمیتونی انجام شده. بنابراین ما توجه کنیم که اگر قرار ما یافته های عینی گزارشات حسابرسیمون مورد استفاده مؤسسه حسابرسی تامین شما سازمان تامین شما قرار بگیره، چون نیروی ماهر به کار میگیریم و خودمش فرق داره. الان در بورسای جهان بین 4 در 10 هزار تا 9 در 10 هزار درآمد مورد رسیدگی رو پرداخت کنم به حساب. منم تصورم اینه که باید مؤسسه حسابرسی به عنوان یه مدل روی این کار کنه حساب تامین اجتماعی و اون مقصد به دست بیاره. در غیر این صورت از ما گزارشات خوبی نمیگیره. یکی از مهمترین نکاتی که مد نظرم قرار گرفت امروز حتما به اطلاع برسونم، بر اصلاح ساختار نظام حسابرسی کشور در دست بررسی نهایی عنقریب به کمیسیون اقتصاد مطرح میشه. به نظرم میاد مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی و یا معاونت درآمد کوشش کنن حساب بازرسی بیمه ای هم قرین در بوده حسابداران رسمی بذارن و مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای در ارکان این ساختار قرار بگیره. اگر این کارو بکنید هزینه یافتن به اصطلاح موارد بیمه سازمان بسیار کمتر میشه و سازمان میتونه مهمترین وظیفه‌شو که در واقع نظارت بازرسی انجام بده. به نظرم اینجوری میاد به عنوان پیشنهاد اساسی که ارائه خدمات حسابرسی بیمه کلیه اشخاص مشمول طرح اصلاح ساختار نظام حسابرسی کشور به جامعه حسابداران محول بشه. یعنی در اون طرح اصلاح ما خیلی از اشخاص رو مشمول حسابرسی کردیم. بیایم بگیم اونایی که اونجا مشمولن حتما توسط جامعه حسابداران صورت بگیره و مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر بیمه در ارکان سازمان راهبری عمده جا بگیره. بخش مقررات گذاری بیمه تامین اجتماعی از حدود به بخشنامه‌های مکرر متعدد متناقض خودداری کنه و به بخشنامه مقررات مسبب تمکین بکنه. شما الان همین بخشنامه‌ای هم که خود دولت می تمکین نمی‌کنید. نمونهش مرخصی زایمان خانم تازه آقایون پای انتخابات که اومده بعد از 4 سال گفتن میخوام اینجا نمونهش این بوده در مؤسسات حسابرسی شما بازرسی نکنیم و به یک سال آخر اکتفا کنیم، بازم اکتفا نمی کنیم. با زمان اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی و ابقای شورای عالی تامین اجتماعی حداقل 2 نفر از اعضای غیر موظف هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی توسط جامعه حسابداران ایران و اتاق بازرگانی معرفی منصوب بشن. شما در یک ارکان نظارتی قرار گرفتید که بخشنامه هایی رو صادر می کنید که بخش اقتصادی کشور رو متأثر از اون بخشنامه می کنید. بهترین کار اینه که از اون دوتا نهاد هم بخواید دوتا حسابرس، دوتا کارشناسی که به این موارد مسلطن در هیئت مدیره اونجا باشن، غیر موظف هم باشن. در غیر این صورت میشه همین چیز که الان هست. شما الان نگاه کنید برنامه جدیدی که دادید کلی تعارض میشه. من به ذهنم میاد که وظیفه مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی حسابرسی نبود، بازرسی بیمه در قانون هم به این دسته شد. متاسفانه ما حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه غلطیدیم به اینکه بردیمش به سمت حسابرسی، معدوده حسابرسی و بازرسی فرق. اگرچه داریم از روش های توافقی استفاده میکنیم ولی دست مؤسسه حسابرسی رو باز گذاشتیم که وارد مسائلی بشه که الان می‌بینید شاخص نارضایتی از سازمان تامین اجتماعی بیش از سازمان مالیاتی شده، در حالی که سازمان تامین اجتماعی به ذات وظایفی رو انجام داده و میدهد که سازمان تامین اجتماعی نمیده. مثلا حفظ سلامت عمومی، سازمان مالیاتی اساسا وارد این حوزه نمیشه. ما علاقمند نیستیم که خدای نکرده منافع بیمه شدگان جوری بشه که به علت نارضایتی فعالان اقتصادی منافع اونا به خطر بیفته. امیدوارم که من چارچوب اصلی بحثم اینه که وظایف بازرسی بیمه ای رو جایگزین حسابرسی نکنیم. 2 از کارشناسان غیر بیمه ای هم استفاده کنیم. 3 در ترکیب هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی از ذینفعان اصلی این قضیه هم آدم بدیم. موفق باشید. اگه سوالی هست من دست میدم. خیلی متشکرم آقای دوانی.
عزیز بابت اینکه زمان رو رعایت کردید، متشکرم. حالا انشالله هم در پرسش پاسخ و یا هم نکات تکمیلی که داشتید در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. آقای دکتر مهربان در خدمت شما هستیم. سلام دارم خدمت شما. سلام خدمت سروران عزیزی که در این جلسه حاضر هستن. استفاده کردیم از مقاله استاد استاد دوانی که پیر دیرن، خلاصه از سابقون و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت های تحاسیم که در واقع افتخار دارید در خدمتشون باشیم، همچنین خانم دکتر اکبرپور و همه عزیزانی که در جلسه هستن. اگر اجازه بدید من خیلی در واقع کوتاه عرض کنم که وقت هم گرفته نشه. ببینید، ما یک مفهوم بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی رو داریم توسط سازمان تأمین اجتماعی. واقعیت این است که اگر اشتباه نکنم در دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی کارگروهی رو گذاشتن که پیگیری کنن ببینن مشکلات کسب و کار و بیزنسی که در واقع گفته می شود به ترتیب اهمیت در کشور ایران چیا هست. آقای دکتر جانگیری مسئولین کمیته بودن، نشستن و جلسات متعددی رو برگزار کردن و مرکز پژوهش های مجلس هم منتشر کرده زمین که پخشنامه و مقرراتی رو که آقای دکتر جانگیری اطلاق کردن در اینترنت وجود داره. یه 7-8-10 مورد رو گفتن اینا مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور ماست. دوستان، اولینش تأمین اجتماعی، یعنی دومی هم در اولین مشکلی بود که تأمین اجتماعی بود. حالا من مثالی رو از یکی از فعالان اقتصادی اینجا آوردم، حالا خیلی نمیخوام وارد دیتیل بشم. به هر حال کسانی که در کسب و کاری دارن، کسب و کار خصوصی دارن، شرکت دارن، این رو هم در واقع سوابقی که دولت پیگیری کرده، هم اگر خود شما برید در واقع با کسب و کارهای خصوصی صحبت کنید، واقعا مشکل خیلی زیاد است با این بحث های حسابرسی و بازرسی بیمه‌ای تأمین اجتماعی. من از منظر دیگری و از یه زاویه دیگری میخوام به موضوع نگاه کنم. ببینید دوستان، ما اون بحث سه جانبه گرایی که گفته میشود رو با یه کمی تغییر من بیارم چه داستان حسابرسی تأمین اجتماعی. ببینید، ما یه سازمان تأمین اجتماعی داریم و مؤسسه حسابرسیش یه در واقع صاحبان کسب و کار رو داریم، شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی که دارن کار می‌کنن. این دو تا وزیر سومیزه مؤسسه های حسابرسی کشورمون هستن که تحت پوشش جامعه حسابدار رسمی دارن کار می‌کنن. با این هست که وضعیت فعلی که در بازرسی و حسابرسی در آن مقام دیگه مطبق همین حسابرسی که رعایت کنید تأمین اجتماعی داره الان انجام میشه به گونه ای هست به رابطه باخت را به وجود آورده. چطوری؟ تأمین اجتماعی به حقوق هر دوی خروجی نمیرسه. حالا اصلا عرض کردم من واقعا جزئی ها بیدیم که تأمین اجتماعی جا باید وارد بشه و جا وارد نشتر و دوار کار ندارم. اما الان تأمین اجتماعی به حقوق هر دوی خودش هر از مسائلی که باید در بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی برسه نمیرسه. از اون طرف ظرفیت خیلی خوبی ما در مؤسسات حسابرسی تحت پوشش جامعه داریم که خالی هستن و میتوانند به کمک سازمان تأمین اجتماعی بیان، پس اونا هم از این ظرفیت خوب استفاده نمیشه و معمولا هم مؤسسات حسابرسی تحت پوشش جامعه ترجیحشون این است که با مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی همکاری نکنن، مگر اینکه واقعا گرفتار بشن یا یه زمانی که نیروهای خالی دارن از باب به قول علما عکس بیده خلاص میگن آقا جهنم، حالا بریم یه حسابرسی هم برای تأمین اجتماعی انجام بدیم. از اون طرف هم در واقع شرکت ها و مؤسسات هستن که گرفته بردن و باسا حساب بگیرن در آقا شکومه نمیرسیم لطفا بریم تا این سفر رو بسید. حالا ما در اصطلاح من گفتم که
ما یه مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی رو داریم که بر اساس بعد ده ماهی پنج اساسنامهش میتونه از خدمات تخصصی و حرفه اشخاص و مؤسسات استفاده کنه که امروز هم من به اخبار خوندم در یکی از روزنامه‌های اقتصادی هم زده بود که سازمان تامین اجتماعی اومده یه طرح جدیدی رو داده که در واقع حساب به صورت اشخاص حقیقی بیان سازمان بهشون مجوز داده بشه امتحان بگیرن در واقع رو اینها اونهایی که واجد صلاحیت هستن اونها بیان و در این حوزه کمک کنن به سازمان تامین اجتماعی. خب پس مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی میتونه کارها رو به بیرون آوتسورس کنه به مؤسسات. الان مشکلی که وجود داره این هست که تا زمانی که در واقع بر اساس بخشنامه دولت و بقیه مسبباتی که در کشور انجام شد و حسابرسی رو فقط به یک سال آخر محدود کردن، تا قبل از این اگر مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی با تأخیر میرفت سراغ شرکت، خب 5 سال گذشته شد و 10 سال گذشته شد هم حسابرسی و حقوق سازمان رو سعی میکرد بالاخره از اونها بگیره. اما الان که در واقع فقط به یک سال محدود شده، مشکل عرض کردم رابطه باخت وجود داره، یعنی سازمان تامین اجتماعی امکان رو نداره که بخواد به همه در واقع شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات رو سر بزنه، بازرسیشون کنه، حسابرسیشون کنه و حقوق برقشون رو بگیره. از اون طرف مؤسسات حسابرسی خیلی امکان این رو دارن که بتونن کمک سازمان کنن، اما به دلایلی که الان در ادامه اشاره میکنن ما رو قادر نیستن انجام بدن. و از اون طرف هم شرکت ها، یعنی کسی که بخواد مفاسا بگیره پیگیری کنه و اینا، اون هم همچون معطل هست و واقعا این گرفتاری وجود داره. ما تصورمون این هست که باید یک در واقع نگاه خیلی دقیق و کارشناسانه و علمی به این مسائل انجام بشه و همه این مسائل و مشکلاتی که در این زمینه هست رو شناسایی کنی، احصا بشه و تلاش بشه و برای ما راه حل پیدا کنیم. با پیدا کردن راه حل من مطمئن هستم. یه سری راه حلاش هم دوستان، حالا خصوصا بعضی از عزیزان که در این جلسه حاضر هستن و حالا استاد ما هستن، کاملا مسلط به موضوع هستن. بعضی از این راه حل ها بسیار بسیار واقعا ساده است و میتواند تحول خیلی اساسی رو حتی در درآمدهای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنه. دیازن مؤسسات تامین اجتماعی و چندین ماهی فعالین محترم و عزیزان مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، من اونجا عرض کردم بعضی از شرکت ها حاضر هستن میگن بابا اصلا ما حاضر رو بدیم، اصلا آقا جزء در واقع قانون تامین اجتماعی هست، اصلا کار اینا هم نداریم، اصلا فرض میکنیم که ما این پول رو باید بدهیم، ما حاضر هستیم این پول رو به خود سازمان تامین اجتماعی بدیم. اما متاسفانه مؤسسه حسابرسی که حالا یه حسابرسی هر کسی میاد رسیدگی میکنه، پاشو میگذاشت از شرکت ما بیرون، یه نفر با یه شماره تلفن ناشناس ما زنگ میزنه، بعد از مثلا 10 روز 20 روز کمتر بیشتر میگه که شما باید مثلا 5 میلیارد تومان پول پرداخت کنید تامین اجتماعی، اما اگر ما یه پاشیم ما با هم توافق میکنید 5 میلیارد تومان رو شما با 200 میلیون تومان حل و فصل کنید. یعنی بعضی ها هستن، من به ریاست مدار سازمان هم گفتم اگر دوست داشتی من بیارم رو برو کنم، طرف میگه آقا اصلا من فرض میکنی این پول پول زوره، آقا باشه من این پول زور رو حاضرم به تامین اجتماعی به خود سازمان بدم، برم باش بیمارستان بسازن، خرج درمان نیمش را کنن، خرج بازنشستگی کنن اینا. ولی خب آخه واقعا چرا باید اینطوری باشه؟ از اون طرف هم در واقع مسائل و مشکلات مختلفی که وجود داره بین مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی و مؤسسات حسابرسی زیرمجموعه جامعه. واقعا مؤسسات راغب نیستن همکاری کنن، عرض کردن مگر اینکه ببینن بیکاره بیان آقا دیگه چیکار کنیم، حالا بدیم اونجای 2010 شهید پول در بیاریم. موانع و مشکلات دوستان متعدد هست، اینها باید در یک مطالعه جامع و کامل و درست احصا بشه
موانع و مشکلات ببینید مشکلات چیا هست، راه حل‌هاش رو شما داده میشه و این مسائل و مشکلات برطرف بشه. بعد از این هست که ما میتوانیم رابطه باخ رو به رابطه برد تبدیل کنیم. الان قراردادی که بسته میشود به این مؤسسه سامسی، یه مؤسسه سامسی که تحت نظر جامعه هست، با مؤسسه سامسی تامین اجتماعی یه حق و زحمه ای به این مؤسسه میدم که واقعا به صرفه نیست و اصلا فایده نداره. برای همین هست که مؤسسات اصلا علاقه مند به این که یک همچین کاری رو، یعنی نوعی از حسابرسی رعایت که موضوع تامین اجتماعی هست رو بخوام انجام بدن. دستورالعمل کافی وجود نداره. ببینید من در خدمت مدیرعامل مؤسسه سازمان تامین اجتماعی اینا رو گفتم، پذیرفتن. در خدمت عزیزان دیگر گفتم پراکندگی قوانین و قرارات یه داستان هست. یعنی چه مؤسسه سازمانی تامین اجتماعی که میره، چه یک مؤسسه دیگر که در واقع میره و به نیابت از سازمان، به نیابت از مؤسسه سازمانی تامین اجتماعی با شرکتی رو حسابرسی کنه یا بازرسی تامین اجتماعی. تفاوت‌هایی هم بین اینها وجود دارم که استاد دوانی فرمودن که خیلی نمی‌خواد وارد ریز بشیم. اما مشکلی که وجود داره، نه خود حسابرس میدونه که واقعا چه کاری رو باید انجام بده، دقیقا مرزی که نباید واردش بشه کجاست واقعا نمیدونه. عرض کردم این حرفایی که دارم میزنم کاملا مستند هست، بر اساس در واقع پیگیری ها و جلسات متعددی هست که با ارشدترین افراد در این حوزه در واقع برگزار کردی. از اون طرف هم شرکت ها نمیدونم، یعنی شرکت ها میگن آقای تامین اجتماعی، آقای مؤسسه سازمان تامین اجتماعی، یا دوستان عزیز بازرسی تامین اجتماعی، خواهشمون این هست یک کتابچه، یک دستورالعمل، یک چیزی به ما ابلاغ کنید که ما بدونیم فقط و فقط اینها هستن که ما باید در قبالش جوابی باشیم. یه یک دوسته اصلا گذرنه هست، این هست، این هست و اینها نیستن. متاسفانه چون اینها وجود نداره، ممکن هست در واقع خواسته یا ناخواسته هم توسط کارکنان مؤسسه سازمان تامین اجتماعی تخلف بشه. ممکنه طرف ندونه، هی اضافه در مورد تقاضا کنه، یا نه اصلا همین تضاد کار و ممکن در واقع فضایی رو به وجود بیاره که اگر خدای نکرده من حسابرس کارمند مؤسسه سازمان تامین اجتماعی ام یا کارمند این مؤسسه سازمانی ام و روحیات انجام تخلف در من وجود داره، خب از همین گپ استفاده میکنم، از همین ناروشن بودن مقررات استفاده کنم، برم بگم آقا یا خلاصه بیا با ما تفاهم کن با من، یا اگر نه قسمت هم وارد حساب بزنم. خب ببینید اینها خلاهای کاری که انجام وظایف محول دقیق مشخص نیست، فرایند رسیدگی به دفاتر چه چیزهایی باید انجام بشه و چه چیزهایی انجام نشه و موارد مربوط به حق و زنبود و نظایر دوستان، چیزهایی هستن که مانع از این هستن که اون رابطه باخ تبدیل بشود. ببینید عزیزان حالا وقتمون هم کم هست، یکی دو تا شکل هم هست من میخوام اینجا به شما نشون بدم. به هر حال من نظرم این هست تا زمانی که کل این مسائل در یک مطالعه علمی جامعه و عملی ها نگه که یک کار دانشگاهی انجام بدیم جلدش کنیم بذاریم پشت سرمون کار بکنه، نه یک در واقع کار علمی و عملی کامل انجام بشه و سازمان تامین اجتماعی با این شرایط جدید بازرسی و حسابرسی یک سال بعد خودش رو بده و اگر این کار رو نکنه اول کسی که ضرر میکنه و بخش قابل توجهی از حقوق حقش از دست میرود سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. یه دو تا شکل هم خدمتون ارائه کنم و یه توضیحاتی بدم و در واقع عرایزم رو خاتمه بدم. دوستان عزیز ما در بررسی هایی که انجام دادیم دیدیم بسترهای مرتبط و معلفه های با اهمیت مرتبط با حسابرسی بیمه‌ای یا حالا بگیم بازرسی از دفاتر قانونی. عرض کردم نمیخوام بگیم کلمات حالا با هم تفاوت‌هایی دارن، مرزهایی دارن، نمیرسیم که اینجا بخوام خیلی وارد بشیم، ولی
یه سری موارد هست که قبل هم مرتبط با این حوزه ها هست و خوب هست که در این طرح جامعه مناسب علمی و عملی به این پرداخته بشه. حالا نمیرسم دونه 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 اینا رو بگم، فقط که این فیتروار عرض کنم قوانین و مقررات باید شفاف بشه بسن، ویژگی ها و نحوه افشا اطلاع شرکت ها و مشخص بشه، فرهنگ سازمانی مناسب در مؤسسه کامرسی برمیشون و بخش بازرسی از دفاتر در سازمان باید به شکل مناسبی ایجاد بشه، حسابرسی مبتنی بر استیصال. ببینید دیگه با سال 2021 ما باید از این مفاهیم علمی عملیاتی در دنیا داره استفاده کنیم. خودمکی اصلا نمیدونم چی کنم، حواست داره که به روش های عملی کمان همچنان متوسل بشویم. من فقط یه مثال کوچیک بزنم دوستان. ببینید اون قاعده 80-20 ممکن هست درصد قابل توجهی از شرکت ها که ما میدیم کلی نیرو اونجا میذاریم در دراش اگر واقعا بررسی درستی انجام بدید نتیجه برسید به سراغ بعض از شرکت و چک اصلا نهی بهتره. مثال معروفش یادون از دوستانی بزرگراه تهران کرکی که یه عوارضی اونجا بود سال پولی اونجا بود بگید بود و فلان اینا بود، بعد نمیدونم چطوری شد بالاخره یه نفر اومد ماهی خورد و فسفر بود چی میگم بیگون خودویزم فسفره زنش کار کرد و آقا بیاد ببینید در آمد هزینه بزرگراه کرد چیه. بعد چون که انداختن دیدن آقا دولت داره روی این زیان میده، گفتن آقا ما اینو جمعش کنی به نفع دولته و اونم جمع کردن. یقین بدان این در بحث بازرسی و حسابرسی از دفاتر شرکت ها بگه کوچیکن، اونایی که آورده کارکنانی برای سازمان نخواهند داشت قطعا یه موارد همچه چیزی وجود داره. ما کافی هست یا فرض بفرمایید حالا که مثالش این بود حسابرسی مبتنی بر ریسک که میدیم اگر واقعا یه مطالعه انجام بشه من نمیدونم چقدر هزینه شه، فرض کنید 100 میلیون تومان 100 میلیون تومان هر چیزی، یک بار سازمان تامین اجتماعی بیاد و یک مطالعه درستی توسط اساتید فن انجام بشه و شناسایی کنه نقاط ریسک پذیر ما در بازرسی و حسابرسی از دفاتر چیه، اونها رو بیشتر بهش بپردازیم تا نقاطی که کلی وقت میذاریم تشم دوزار نشه که ما سازمان فردیش کافی نداره جاهایی که در واقع حساب رسی کنید و نیست انجام کجاست اینها را شناسایی کنید مطمئنن و مطمئنن پس این های سازمان میاد باید چون یکی از مسائلی که باید خاص بنویده در بازرسی و حساب رسی از دفاتر در واقع در این پوزیت هم میشه باید، یعنی ما باید قادر باشیم حقوق حق سازمان اجتماعی رو با پایین‌ترین هزینه ممکنه وصول کنیم، وگرنه اگر قرار باشه دو برابر رو خرج قدم و حشم خودمون انجام بدیم فایده نداره که. پس بنابراین اگر ریسک‌ها رو شناسایی کنیم حسابرسی از دفاتر قانونی یا بازرسی از دفاتر قانونی مبتنی بر ریسک انجام بدیم مطمئن باشیم بسیار بسیار مفید هست. آینده نگری کنیم اطلاعات رو بهش کار کنید، اصلا هم فرصت نیست که کنید که دو دور کار کنید، استفاده از نرم افزار مناسب نیست، یه مبلغی رو هم اجتماعی هزینه کنه یه نرم افزار نگید با درست در روزه بازدهی و اصلاحی تهیه کنه مطمئن باشید خیلی از فسادهایی که در بازرسی ها و حسابرسی ها وجود داره اصلا خود به خود کم میشه از بین میره. ببینید دوستان عزیزانی که الان من دیدم در این جلسه حاضر هستن کسانی هستن که مؤسسه حسابرسی دارن و سایر دوستان میدونن که ما در حسابرسی مالی و
مثلا همین چیزی که الان مؤسسات دارن انجام میدن، درسته که حساب رسی اصولا کمپنی بر حسابور هست، اما وجود دستورالعمل ها مثلا ما سازمان حسابرسی هست دهنه ها گذشته دو جلد کتاب خیلی قشنگ و مرتب داره اسم دستورالعمل حسابرسی. خب دقیقا ما میدونیم که هر کدوم از حساب ها رو که حساب رسی میکنیم باید چه کاری رو انجام بدیم، چک لیست داره مرتب و روابط اعمال نظریه های فرد که مقدار خیلی زیادی کاسته شده. ما در حوزه بازرسی و حسابرسی از دفتر ما قطعا جایی دستورالعمل در واقع خلاش دیده میشه، این باید پر بشه. خواهش میکنم دوستان عزیزان یه دفعه هست میخواهیم یه حرفی بزنیم بگیم آقا همه چی گل و گلبن. ما یه در یه جلسه ای داشتیم دوستان گفتن نه آقا قشنگ همه دستورالعمل رو بکنیم فلان، همونجا من چهار تا استدلال بردم و مدیر عامل محترم مؤسسه سازی همین شما گفت برای این حرف درسته، درسته که ما این همه دستورالعمل رو داریم، ولی که دستورالعمل واحد شفاف روشن وجود ندارد. اصلا نوابرده های نوعی استفاده کرد و مقاعد دیگر خصوصا قرارده های شفاف بین مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی و مؤسساتی که میخوان برن حسابرسی کنن. این مهمه. این هم دیگه هست یک مدل مفهومی از ما پیشنهاد دارد عزیزان که بیان یک چارچوب نظری و مفهومی برای حسابرسی بیمه ای ما ایجاد کنیم دوستان. تئوری های حسابرسی در این زمینه خیلی کارهایی دارن، استاندارد های حسابرسی رعایت هم به دوستا دوار فرمودن وجود داره، ما باید اونها رو بروجه کنیم. حسابرسی مبنی بر ریسک از حسابرسی مستقل ما داریم، رعایت داریم، حسابرسی عملیاتی داریم و از هر کدام از اینها میتوانید جلوچینی داشته باشید. بیارید در این دستورالعمل بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی بیارید و یک نظام درست درمون مرتب و شفاف رو ایجاد کنید. دوستان یه مسئله ای که وجود داره، حالا یه متدولوژی هم که چطوری پیش بریم ما پیشنهاد کردیم و عزیزم اینجا وجود داره، یه 7-8-9-10 تا در واقع پیشنهاد ما به دوستان داشتیم. این هست که یه بررسی جامع، تحلیلی، شناخت ساختاری موضوع و آسیب شناسی فرآیندهای حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی و راهکارهای مدیریت بهینه باید حتما انجام بشود و مدل هایی که وجود داره از دوام کارهایی که در جامعه دیگر دنیا داره استفاده میشه قدیم دوم استفاده کنیم. در حوزه در واقع تنقیح مقررات و رویا الان بگیم ما میدونم که کار گروه داریم در سازمان تنقیح اجتماعی داره این کارا رو یه کارهای خیلی خوبی انجام داده منشنان داره انجام داده مطاقی این چیزی که ما در اینجا آوردیم دوستان بسیار بسیار فراتر و مراتر از اون کاری هست دوستان دارن انجام میدن. نمیرسیم دیده کنیم، من فقط عنوان رو بکنم دوستان ببینید جستجو، گردآوری، تدقیق، تلخیص، تدقیق، دستبندی، رفع همپوشانی، تشخیص قوانین و مقررات منصوب، عارض و پیشنهاد قوانین، مقررات، پخشنامه ها، الزام ها، رویه های عمل مرتبط با یا مؤثر بر بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی در دو دسته موجود و مطلوب. چهارمین پیشنهاد ما این هست که الزامات قانونی و مقرراتی فرایندی و مدیریتی، یعنی بعضی از چیزها اتفاقا باید سازمان تامین اجتماعی بیفته، بعضی چیزها رو ممکن است که باید بره در هیئت مدیره سازمان مصوب بشه، بعضی چیزها رو شاید لازم بشه بره مجلس، اینها باید اجرا بشه. و پنجمی تهیه تدوین و ارائه متن کامل لوایح قوانین و مقررات و رویهای عمل مرتبط و مورد نیاز جهت پیاده سازی شیوه نوین بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی در پرمیشتهایی هست. ساختار باید اصلاح بشه دوستان، گرمش کارا باید اصلاح بشه، فرایندهای داخلی سازمان و مؤسسه حسابرسی باید اصلاح بشه و تهیه و تنظیم و ارائه دستورالعمل جامع بازرسی و حسابرسی بیمه دیگه اصلا کتابش که دوستان هر کسی باز بیاد این کتاب رو بخره که بدون تکالیفش چی هست.
یعنی این کتاب، این دستورالعمل رو الان دستورالعمل حسابرسی که سازمان حسابرسی منتشر کرده هر کی دوست داره بره بخره. یه چیز پیچیده محرمانه که زیر نمیدونم فرش قایمش کنم، یعنی شرکتی که حسابرسی میشه باید بتونه اونو تهیه کنه، ببینه که حسابرس چگونه باهاش میتواند رفتار کنه متناسبه با اون خودش رو آماده کنه. از سازمان حسابرسی و مؤسسات تامین پوشش جامعه خیلی میشود کمک گرفت و یه در واقع مشاوره هم باید داده میشه که این روش نوین بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی در سازمان تامین اجتماعی بشه پیاده بشه. سعی کردم خلاصه مختصر مفید باشه. بدیهی هست جزئیات این مدارک خیلی زیاد هست و ما اینها رو مکتوب نوشتیم خدمت عزیزان در سازمان تامین اجتماعی. از جلسه ها داشتیم که ریاست محترم سازمان درش بوده، گزی داده شده در مؤسسه محترم عرض کنم عالی پژوهش، اونجا به صورت مکتوب به صورت شفاهی جلسات متعددی رو ارائه کردیم. دوستان خواهش هم این هست که عزیزان زحمتکش ما در قسمت‌ها و بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی نگن آقا این قسمت شما انجام بدید، انجام بدید اون در دستور کار. ببینید عزیزان این کار مثل یک کل واحد هست که باید یه تیم عملیاتی کل مسئولیت رو بر عهده بگیره، اینها رو تدوین کنه، چپت و بستاش با هم بخوره. الان این چیزی که من در تامین اجتماعی می‌بینم و جلسات دوستان مثل این است که ما میخوایم یه خودرو میخوایم مونتاژ کنیم، یه دوستان میگن آقا لاستیکشو نمیخواد ما انجام بدیم، بعد چهار تا لاستیک بیارن ما لاستیک تراکتور میگیم آقا این یه خودرو معمولی، خودرو سواریه، شما اون لاستیکی که تولید کردید خیلی خوبه، دستت هم درد نکنه، به این خودرو نمیخوره. عزیزان دیگری میان میگن آقا ما موتورش تولید کردیم بزنید بیارن موتور میاد، میگیم آقا این موتور اصلا برای خودرو سواری نیست که. ببینید شاسی و گواهی تعلیق و بدنه و نمیدونم برین داخلی و همه اینا دوستان باید با هم بخونه و برای اینکه این اتفاق بیفته حتما باید یک طرح جامع علمی عملی درست درمونی که همه قسمت ها را و با استفاده از تجربیات و کارهایی که اتفاق افتاده در سازمان تامین اجتماعی و مؤسسه حسابرسیش همه رو با هم تجمیع کنه، یکسان کنه، با هم اینها رو هماهنگ کنه. بعد از اون هست که امیدوار هستیم که بشود یک نظم و نظام مناسبی به این حوزه یعنی بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی داده بشه و این همه گله و شکایاتی که در بنگاه‌های اقتصادی وجود داره انشاءالله کم بشه. خیلی ممنونم، معذرت می‌خوام از تأخیر کلام. خیلی متشکرم آقای دکتر مهربانپور، استفاده کردیم در خدمت آقای تماسگیران هستیم. خیلی ممنون آقای تماسگیران که قبول زحمت فرمودید. اگر میکروفونتون رو روشن بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و همراهان گرامی. بزرگواری که افتخار داریم آقای دهوانی و جناب آقای دکتر مهربانپور، از تشکر دارم از جناب آقای کردونی ریاست محترم اقتصاد پژوهش به خاطر برگزاری چنین جلسه‌ای. من در این لحظه نمیدونستم که واقعا اینقدر واجبه و اینقدر برداشت‌های اشتباه و شخصی گرایانه از این مسائل میشود و وگرنه درخواست کرده بودیم که خیلی زودتر از اینها ما از سیالی پژوهش یک چنین جلسه رو برگزار کنیم. اولا آقای دکتر مهربانپور قبلا هم خدمت شما بودیم و در اون طرحی که ارائه کرده بودید شما ما مسائل مشکلات رو هم به خودتون به صورت حضوری گفتیم، مشکلات اون طرحی که ارائه کرده بودید که حالا نمیخوام وارد دیتیلش بشم، هم به مدیران محترم سازمان گزارش دادیم. ما مطمئن باشید همونجور که قبلا هم خدمتتون گفتیم از پژوهش بسیار بسیار استقبال کردیم، دستور و عمل مؤسسه سازمان تامین اجتماعی بر این قرار گرفت که خصوصا از زمان که آقای دکتر سالاری تشکیل گفتن سایر ارکان سازمان مدیریت سازمان تامین اجتماعی
بسیار بسیار تأکید دارم در این زمینه. اما چیزی که در یک پژوهش مهم هستش که خودتون حتما از این مسئله بسیار 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 آگاه‌تر از بنده حقیق هستید، این هستش که اولا پژوهشگر در زمینه تحلیلش باید بدونه که شما قبلی وارد بشید. یک دو تنی که ما مورد بررسی قرار میدهیم یا در دستور کار قرار میدهیم حتما باید با مسائل روز سازمان تأمین اجتماعی یا هر دستگاه و ارگانی که داریم برای اون این طرح پژوهشی را آماده میکنیم خانا باشه، یعنی روز آمد باشیم. در آنچه که برخی از مسائلی که بر شما بود بسیار بسیار به شما و جناب دبانی هم عقیده هستم، اما تو فرمایشاتی تو صحبتهای فرمودید بنده خدمت شما بودم، اما شما گفتید البته فکر کنم از مدیر عامل مؤسسه حسابرسی اسپوردی گفتی چهار تا دلیل آوردی، گفتی شما قبول کردم ما در جلسه ای که خدمت شما بودیم شما چهار تا دلیل آوردی و ما ده ها دلیل آوردیم که این طرحی که ما موقع ارائه کردیم که البته قسمت های شما هم الان دوباره من اینجا دیدم به لحاظ ساختاری و به لحاظ خدمتی این تحمل چندین وقت پیش بود، از اون زمان تا حالا بسیار اتفاقات دیگری از سازمان تأمین اجتماعی افتادن که برشمردم برای شما در اون جلسه که محضرتون بودیم و این نمیشود که یکی به قضاوت رفت، یعنی طرح ما استقبال میکنیم خودمون یه طرح دادیم گفتیم پس ما با پژوهش مشکل نداریم، این طرح رو دنبال بکنیم که موضوع روی سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسه عالی پژوهش اعلام کردیم و هم خودمون در درون سازمان به دنبال این هستیم و هم تشویق میکنیم تمام بزرگواران و اساتیدی رو که در این رشته میتونن به سازمان تأمین اجتماعی کمک بکنن و از همین تریبون مجددا دعوت به همکاری میکنیم. من اما یه موضوعی رو چون من خواهش میکنم دوستان در فرمایشاتشون مسئله رو به گونه جلوه ندم، چون من الان شنیدم آقای دکتر مهران‌پور در فراز آخر صحبتشون در رابطه با لاستیک پیکان و لاستیک تراکتور داشتن صحبت میکردن، یعنی سازمان تأمین اجتماعی تا این حد به خطاست که البته در مسئله مناقشه نیست، اما این که شما میفرمایید که ما میگیم یه قسمتیش رو گفتن ما انجام بدیم، بله البته که آن چیزهایی رو که ما از نظر کنترل داخلی بهش رسیده ایم در حال انجامش هستیم اعلام میکنیم با افتخار، با اون چیزهایی که هدف گذاری کردیم براش که بهش برسیم باز اعلام میکنیم با افتخار، و اون چیزهایی که باید بهش برسیم دوستان بایستی به ما کمک میکنن قبول میکنیم با افتخار. اینا مسائل هستش که دوستان باید توجه بکنن، اما صرف این موضوع و این که فرمودید ارشدترین افراد رو در حوزه بازرسی در خاطر قانونی خدمتش بودید یا خدمت شما بوده اند و شما گفته اید و اونها گفتن نمیدانن چی کار میکنن، من خواهش میکنم دعوت میکنم از همینجا یه جلسه دستور بدید یا بنده بیان خدمت شما یا اینجا خدمت شما در سازمان مرکزی باشیم، من متوجه میشم این ارشدترین افراد سازمان چه کسانی هستند که در ساختار خودشون نمیدانستند که سازمان به کدام این سمت و سو میرود و نمیدانستند دارن چی کار میکنند. خواهش هم این هستش که دوستان در فرمایشاتشون یه خود جنبه احتیاط رعایت کنند. اما از اونجایی که ترور دکتر مهربانپور من قطعاً این بود که از مباحث نظری رو عبور بکنم، چون قبلا در جلسه ای که محضر مبارکتون بودیم عرض کردم و نمایندگان استادان عرض کردن در همون جلسه و اینجا نمیخواستم به این مسائل بپردازم، اما مسائل و مواردی که برشمرده شد که گونه پیش رفته من بازم به خودم اجازه میدم هرچند در این حوزه احتمالا صاحب نظر نباشم یا به صراحت و به درایت دوستان و اساتید محترم نباشم، اما اساس این اختلافی که شما به راحتی ازش عبور کرده ای در جلسه قبلی هم محضرتون گفتم فرق بین بازرسی و حسابرسی
به طور کلی ما در سازمان تامین اجتماعی منکر انجام عملیات حسابرسی هست. دلایلش هم در متن قانون و هم در عملکرد ما و هم در تعاریفی هم یک عملیات حسابرسی داره، انواع عملیات حسابرسی داره، دستبندی هاست، کارهایی که یک حسابرس انجام میدهد و کارهایی که یک بازرس انجام میدهد به خوبی قابل لمس و قابل رویت هست. برای همین من بسیار میخوام خواهش بکنم و تکیه بکنم برای این موضوع که سازمان تامین اجتماعی وفق ماده 47 قانون خودش انجام بازرسی از دفاتر کارفرمایان مشغول میکنند و به هیچ نیست. یکی از مسائلی که کارفرمایان محترم که بنده از همینجا درود میفرستم به شرفشون، به دستشون رو میبوسم، به خاطر اینکه در این اوضاع و احوال بد اقتصادی با وجود این تحریم های ظالمانه، با وجود شرایط بد کرونا و سایر مسائل، همچنان سنگر تولید و کارآفرینی رو محکم نگه داشتند و سازمان تامین اجتماعی همیشه این دوستان، مؤسسان و بزرگواران، سروران رو از آنها به عنوان شرکای اجتماعی خودش یاد میکنه. از همینجا درود میفرستم، دست تک تکشون رو میبوسم. اما یه بحث داریم در مسائل کارفرمایی بین سازمان. اگر این جب حب سرما بشه که کارفرما به این سمت خون میری که ما داریم سازمان تامین اجتماعی حسابرسی میکنند و دسته ای از کارفرمایان نمیدانند که این حسابرسی چیست، به طور اخص و بازرسی چیست، خب این یکی از مسائل میشه که کارفرمایان، ما هم شاهدش هستیم که در مجامع داوری و در مجامع حکومتی و در هر آنچه که میتوانند صدای اعتراضشون رو به گوش سازمان تامین اجتماعی و مسئولان و تصمیم سازان این مملکت برسونن از همین عبارت استفاده میکنن. اما ساختار سازمان تامین اجتماعی دلالت بر این موضوع نداره. جناب آقای دوانی فرمودن خب 100,000 مرتبه نشد که ایشون از زمان بعد و تولد مؤسسه حسابرسی حضور داشتن، بعدن کمی مؤخرتر از ایشون در خدمت این مؤسسه و بازرسی دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی بودم تا به امروز. چیزی که هست، مؤسسه حسابرسی یک اسمه، این اسم میتوانست مؤسسه بازرسی سازمان تامین اجتماعی باشه. به هر سوی و به هر روی در اون موقع تصمیمات کلان سازمان تامین اجتماعی بر این قرار گرفت که یک مؤسسه برای مدون کردن و تمرکز انجام بازرسی و انجام سایر فعالیت‌های مورد نیاز که جناب دوانی به خوبی برش خوردن، از جمله حسابرسی داخلی، شعب و قسمت‌های درمان به وجود بیاد. از همون ابتدا هم خود جناب آقای دوانی می‌دانند که آقای محمودزاده بسیار بسیار زحمت کشیدن در زمینه حوزه حسابرسی داخلی برای سازمان تامین اجتماعی، و اینقدر که اون حوزه در اول امر فعال بود، با اینکه حوزه بازرسی دفاتر قانونی همزمان البته به فاصله یکی دو ماه شروع به فعالیت کرد، اما به هیچ روی به این فعالیت و این شدت حدت نداشت. نگاه این بود، اما در موضوع مؤسسه حسابرسی موضوعات برای تأسیسش موضوعات مختلفی درد شده که کاملا مشخص بود. بنده این عرض دارم از نام مؤسسه حسابرسی نمیشود این استنباط رو کرد که آنها دارن حسابرسی میکنن، کما اینکه در همین لحظه بر اساس درخواست سازمان تامین اجتماعی مؤسسه حسابرسی هم انجام تکالیف بازرسی رو داره انجام میده و هم حسابرسی داخلی رو برای اون قسمت از شرکت ها و مؤسساتی که سازمان تامین اجتماعی یا شعب و درمان که بنا به دستورات مقامات زیر صلاح سازمان دستور حسابرسی داخلی یا فعالیت های توافقی و خدمات
مالی این چنینی براشون صادر میشه در حال انجام هست. پس ما اگر اجازه بدید این مؤسسه حسابرسی مورد مناقشه رو به دو بخش تقسیم بکنیم. در قسمت اول سازمان تامین اجتماعی و مؤسسه حسابرسی که این نیابت رو داره از طرف سازمان تامین اجتماعی و هیچ نه اجازه حسابرسی دارد و نه در مقررات سازمان تامین اجتماعی همچین چیزی نهفته است و نه سازمان تامین اجتماعی به کار دست دارد. اما چرا دوستان به این امر معتقدند؟ ورود رو تمام حساب ها به چه روی؟ از چه بابت؟ چرا من یک بازرس سازمان تامین اجتماعی؟ البته که ما تفکیک میکنیم شرکت ها رو، مؤسسات رو از نظر فعالیت، از نظر نوعی که حتما دوستان مدر هستن در بخشنامه های ما هم به صراحت نوشته شده. بعضی از کارفرمایان که علی رغم آیین نامه ماده 95 و خود ماده 95 قانون مالیات مستقیم مکلف به دارا بودن در خاطر قانونی هستند، هرچند اگر خودشون هم این مسئله رو عنوان بکنن، ما ورود به دفاترشون نمی کنیم و از اونا بازرسی دفاتر قانونی هم به عمل نمیاد. این در بحله اول نشون میده که ما تفکیک کرده این فعالیت های حوزه های شرکت ها و مؤسساتی که در این مملکت مسئله کاری بزاری هست. البته در همین ابتدای عرایز هم این رو عرض میکنم که در یه باری که ما با قسمتی از مواردی که سازمان تامین اجتماعی دچار اشکال بوده روش کار کرده، ولی که در حال حاضر بعضی از این اشکالات همچنان به قوت خودش باقی است، با دوستان هم عقیده هستیم، نه کتمان میکنیم نه چیزی رو میخواهیم که بلا صورت مسئله رو پاک بکنیم. اما آنچه که هست، آنچه که باید باشد و آنچه که ما انجام داده ایم و آنچه که میخواهیم انجام میدهیم، چندین مسئله مجزاست که در همین عرایز هم توجه دوستان رو جلب. پس در وهله اول سازمان تامین اجتماعی بازرسی میکنه نه حساب. چرا قسمتی از شرکت ها رو به واسطه فعالیتشون رسیدگی نمی کنه، برمیگرده به مقررات که قانون در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده و برای حراست از اون کارفرمایان و اینکه نخوان دوبار حق بیمه رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنند، یعنی جلوگیری از حق بیمه مکرر و مزاحم. اما برای سایر شرکت ها هر مؤسسی بر اساس موضوع فعالیتش در مؤسسه یا شرکت به طور کلی اشخاص حقوقی بر اساس آنچه که ثبت میشوند در اداره ثبت شرکت ها و به استناد آنچه که بعداً میتوانند به این آگهی تأسیس و به موضوع فعالیتشون اضافه بکنند، سازمان تامین اجتماعی با آنها روبرو است. ممکنه من صرفاً یک شرکت پیمانکاری محض باشم، ولی کم با اضافه کردن یک آگهی تغییرات و به تصویب رسوندنش در مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره خودم بخوام گسترش بدم و وارد بشم به قسمتی از کارهایی که تا امروز انجام نمی‌دادم. آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند جلوی کارفرمایان رو بگیرد که شما مجبوری در حوزه خاصی فعالیت بکنید؟ مسلماً پاسخ خیر است. اما آنچه که کارفرمایان در زمان همان ثبت شرکت این رو به خوبی و خیلی زمانها بهتر از بنده حقیر آگاه هستند، وجود وقتی از مقررات در این کشور هست، از جمله قانون تجارت، قانون کار، قانون مالیات های مستقیم، قانون تامین اجتماعی، قانون مدنی و انواع و اقسام قانون های دیگر که در رویدادها و فعالیت های تجاری و اقتصادی میزنند و بند علف ماده 4 قانون تامین اجتماعی میگه مشمولین این قانون چه کسانی هستن؟ میگه تمام کسانی که در مقابل در انجام کار حقوق و مزد دریافت میکنند.
پس این یک تعاریف عام هست. از اون طرف جناب آقای دربانی بسیار بسیار شفاف و روشن خیلی قشنگ این مسئله رو مطرح کردن، از ایشون سپاس و تشکر هم دارم اینجا، که مقررات سازمان رو برشمردن به استناد همون مسئله. یعنی ما از ماده 47 به سازمان تامین اجتماعی ورود میکنیم و مقنن و قانونگذار این قانون رو در اختیار سازمان ماده قانونی رو قرار داد به خاطر بررسی سایر موارد قانونی. من تا به دفعه یه آیین‌نامه دارم برای طرز ارسال لیست به حقوق دست. ماده 5 قانون تامین اجتماعی میگوید از تمامی حقوق و مزایای مستمر پرداخت نقدی و غیر نقدی مستمر کارفرمایان مکلفن حق بیمه کسب کنند و به اضافه حق بیمه خودشون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. پس ما تعاریف بیمه شده کارفرما، کارگر و مزد رو داریم در ماده 2 قانون تامین اجتماعی. در ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون رو هم داریم. بر این اساس مواد 28، 30، 36، 39، 38 و 47 شکل گرفته است و ماده 47 اینجا ابزاری است در اختیار سازمان تامین اجتماعی به خاطر اطمینان خاطر از رعایت تکالیف کارفرمایان نسبت به سازمان تامین اجتماعی و نسبت به بیمه شده. آنچه که مدیریت ریسک را میدید که ما در قسمتی که در معیتتون در خدمتتون هم بودیم این مسئله را اشاره کردیم، ما برای مدیریت ریسک نه که در دست به کارمون قرار ندارد، قرار داریم، قرار داره، داشته، اما یه موضوع هست سازمان تامین اجتماعی رو اگر به لحاظ درآمدزایی صرف شما بخواد نگاه کنید، یعنی از من اگر از بخش بازرسی یا اهرم بازرسی در خاطر قانونی میخوام به خاطر ایجاد درآمدزایی نهفته یا پرداخت نشده یا معطل مانده از کارفرمایان محترم بهش نگاه کنم، میتوانم یک مدیریت ریسک رو به خوبی با اساس فن اجرا کنم. اما هدف اصلی سازمان تامین اجتماعی این نیست، کما اینکه هدف قانون گذار هم به تنهایی این نبوده. مقنن این رو در اختیار گذاشته از بخشنامه 95 که اولین بخشنامه بازرسی سازمان تامین اجتماعی در این مقوله هست، در صدر بخشنامه ذکر شده به منظور صیانت و حفظ حقوق بیمه شدگان. در بخشنامه‌های 111 و بقیه بخشنامه‌های 112 و بخشنامه‌های دیگری هم که سازمان تامین اجتماعی صادر نموده اساس کار خودش رو بر این محور قرار داده و صیانت از حقوق بیمه شدگان هدف اصلی و غایه سازمان تامین اجتماعی در این رابطه است. کما اینکه توجه دوستان رو به این مسئله جلب می‌کنم که ماده 148 قانون کار هم فقط اولا این ماده در مزایای قانونی آورده است، یعنی هم تکلیف کارفرما هم به عنوان یک مزیت است برای کارگران. کارفرما تکلیف دارد که ماده 148 قانون کار، اما اونجا ابزاری پیش بینی نشده به همین سمت و به همین رو و بر اساس ماده 24 و بر اساس بیمه شدگان و تعاریفش و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و این عزیزان زحمت کش سازمان تامین اجتماعی اینجا مکلف است به این بدین هدف خودش رو قرار بده برای صیانت از و استیفای این حقوق. این استیفا به چه شکل محقق می‌شود؟ یک شکل من میخوام بازرسی از دفاتر قانونی رو از یک شکلی از حسابرسی رعایت ببرمش به تمپوکوی آنچه که ما مجبور به انجامش هستیم. بله بازرسی دفاتر قانونی مثل آنچه که ممیزی مالیاتی یک گوشه ای از حسابرسی رعایت محسوب می شود، اما بیشتر ما داریم خدماتی رو ارائه می دهیم به خاطر شناسایی و حقوق، اسمش هم هست بازرسی. من این همین بازرسی رو در خدمات رعایت به دو قسمت تقسیم می کنم.
رعایت حقوق بیمه شدگان و رعایت حقوق صاحبان فرمان اجتماعی. در مواردی که من به سراغ سرپرست هایی باید بروم که حقوق بیمه شدگان رو که در نهایت حقوق سازمان هم از اون استفاده است در نظر بگیرم، من پرسش اساسی از دوستان من به چه شکلی توانم وارد یک سرپرست بشم و مشخص بکنم که آیا حقوق دستمزد در اون هست یا نیست، مستقر هست یا نیست. انجام رسیدگی است. از آنچه که فرمودن دوستان که ما بیان یه حوزه‌ای رو مشخص کنیم که ما وارد اون حوزه‌ها نمی‌شویم به خاطر که نباید بشویم. این نباید بشویم رو ما این تطبیق رو در سازمان تامین اجتماعی به عبارتی که خدمتتون گفتم نداریم. کارفرماهایی رو که نباید بازرسی در خاطر قانونی ازشون انجام می‌شود کاملا قبول داریم. قسمت هایی از دفاتر اون کارفرمایانی که نباید وارد بازرسی بشه کاملا قبول داریم، اما با شرط شروطی که سازمان تامین اجتماعی با استعانت از قوانینش به صورت بخشنامه ها در اختیار کارفرمایان محترم قرار داده. ما در یک شرکت یا مؤسسه‌ای که صرف فعالیتش به گونه ایست که اجازه میدهد تمام دفاتر قانونی بازرسی شود، غیر از حساب‌هایی که به طور ماهیتی ورود در اون نمیتواند دستمزد وجود داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی به بقیه از باب جستجوگری سر میزنه نه از بابت حساب رسی. یعنی اگر در حساب هزینه های عمومی یکی از بازرسان دفاتر قانونی اقدام به انجام بازرسی می کند، به دنبال دستمزد یا به دنبال قرارداد مشمول ماده 38 هست. پس این تحقیق به این راحتی که دوستان فرمودن نیست. یه حوزه تخصصی در این حوزه سالا یا سال با همچنان هم داره توی این حوزه کار انجام شد. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم، اما اگر اجازه بدی میخوام به این مسئله اشاره بکنم که در آنچه که به عنوان انواع حساب ما ازش نام میبریم به عنوان حساب رسی مستقل، حساب رسی دولتی، حساب رسی داخلی و بازرسی قانونی که در بخش آخر من میخوام فرق این بازرسی قانونی رو حتی با بازرسی دفاتر قانونی در بحث بکنم. البته در حضور استاد من در بازرسی قانونی طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی حساب رسم انتخاب میشود و تحت شرایط خاص، اما تمامی کارفرمایان مکلف به رعایت قانون هستند و بازرسی که به کارفرماها مراجعه میکنند به نیابت از سازمان تامین اجتماعی هستند. خواه این بازرسی مؤسسه حسابرسی باشید، اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی باشید، کارگزاری هایی باشید که فعلا ما در به سازمان کمک میکنند، اما این برمیگرده به اون مسئلهی که دوستان گفتن در قالب قوانین، در قالب دستورالعمل‌ها و در قالب اختیارات هیچ کسی به نیابت از سازمان تامین اجتماعی نه اجازه داره و نه میتواند به حقوق یک کارفرما تعدی بکنه، از حوزه اختیار خودش خارج بشه. سازمان تامین اجتماعی به شدت با این مسئله برخورد خواهد کرد. من همینجا یه بار دیگه از جناب دکتر مهربانپور خواهش میکنم، چون در حوزه مسئله مورد بنده هستش، یه خواهش میکنم که یا این دوست رو و اون دوستان رو به عنوان نمونه ذکر کردن ما اینجا خدمتشون بشیم و از همینجا قول میدیم که تا لحظه آخر هم مدافعشون هستیم هم ازشون احقاق حق خواهد شد معرفی بنمایند و ما به طور نمونه و برای اینکه بدانند که سازمان تامین اجتماعی از خط قرمزش اجازه نمیده کسی رو عبور کنه، این رو به منصه ظهور بگذاریم. البته این عرض بنده قائل بر این نیست که ما هیچ تخلفی نداریم، تخلفات رو هم میدونیم، اما شکل این تخلفات به شکل سازمان یافته را قبول نداریم.
یعنی اگر این برای مسئله است که جناب دکتر مهربانپور فرمودن که مدیر عامل سازمان رو گفتن، یعنی پس ما به شکلی چشممون رو داریم در روی این داستان می‌بندیم. همچین چیزی به هیچ عنوان نیست. تمام کنترل‌های داخلی داره انجام میشه. من الان یه سری از این مسائل رو خدمتتون عرض می‌کنم. مسائل و مشکلات هست تا زمانی که ما نتونیم تمام مسائل کنترل داخلی رو از صفر تا صد در سازمان تامین اجتماعی رعایت بکنیم، از آدمهای خبره کمک بگیریم در انجام و در مسائل پژوهشی، تماکان مسائل سازمان ممکنه کمرنگ بشه، خیلی خیلی کمرنگ بشه، اما از بین نخواهد رفت. در این فراز پایانی صحبت اولی هم میخوام توجه دوستان رو به قسمتی از مسائلی که یه این سالها و زمانی که اون طرح جناب دکتر مهربانپور شکل گرفت که اتفاق افتاده به این طرف رو دارم. اولا یک اتفاق خجسته‌ای در سازمان تامین اجتماعی در اساس تصویب هیئت مدیره و حمایت های بیدریق جناب آقای مدیر عامل